با سلام و درود حضور یکایک بینندگان عزیز برنامه گفتگو، قسمت 20 برنامه گفتگو رو در خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث با جناب آقای ساسان حبیبند، پژوهشگر و نویسنده خودشناسی. خب ادامه بحثمون در رابطه با خودشناسی بود دفعه پیش که بینندگان عزیز مستثر هستن. یه سوال دیگه که برای خود من و مطمئنم برای اکثر دوستانمون هست اینه که ما چطوری میتونیم بعد از اینکه آگاهی رو داشتیم و اینو فهمیدیم که خب چه مسائلی هستش که ما باید ازشون آگاهی داشته باشیم برای رسیدن به خودشناسی، چطوری میتونیم قدم بعدی رو برای پذیرش اون برداریم؟ چون خیلی از ما هستیم که خیلی اتفاقایی که تو زندگیمون میفته متاسفانه مسئولیت پذیر نیستیم و نمیخوایم بپذیریم که اگر خطایی یا اتفاقی برای من افتاده صرفا این نیست که کسی با من دشمنی داشته و یا باعثش افراد دیگه ای بودن، چرا که میتونه کارهایی باشه که ما خودمون در طول زندگی انجام دادیم، رفتاری که با دوستانمون داشتیم، پیامدش چه داستانهایی رو برای ما به بار آورده. این در مورد این پذیرش من فکر کنم مشکل خیلی از ماها باشه که پذیرشمون رو بتونیم چجوری تقویت کنیم و یا اصلا داشته باشیم، چون بعضی اصلا ندارن اون پذیرش رو. منظورتون پذیرش حقیقته؟ حقیقت حالا به هر چی عرض کنم که سوالی که شما فرمودین در حقیقت دو سه تا نکته توش بود. من سعی می‌کنم اینا رو البته مختصر ولی دونه به دونه توضیح بدم. یکی بحث پذیرش هست که یعنی شما سوالتون بخش اولش این هست که ما وقتی که با یک حقیقتی مواجه میشیم و عقلاً احساس می‌کنیم که این حقیقت داره، چطور می‌تونیم این رو به عمل در بیاریم؟ چطور می‌تونیم کاری بکنیم که این در وجود ما به محقق بشه در واقع؟ چجوری به عمل در بیاد، جزوی از زندگی و طرز فکر نمیشه؟ ببینید من فکر میکنم که ما باید اول از خودمون بپرسیم که چرا با اینکه ما عقلا یک چیزی رو میپذیریم ولی این جزو رفتار ما نمیشه، چرا ما این رو باور نمیکنیم؟ چون پذیرش ما باور فرق میکنه برای ما. پذیرش ممکنه یک چیزی باشه که حالا سطحا من قبول میکنم که حالا این صحیحه، ولی اینکه عمل بهش بکنم واقعا جزء نیازمند باوره. من عقلا قبول میکنم که این فنجان مال شماست، عقلا و منطقا میدونم ولی بهتون نمیدم. علتش اینه که یک گرهی اینجا هست حتما که این که حق شما رو من به شما باید بدم علارغم اینکه میدونم تبدیل به باور نشده برای من. ما باید اینجا این سوال رو بپرسیم که چه مانعی وجود داره در حقیقت به نظر من. من فکر میکنم که ببینید ما یک پدیده‌ای رو در کتاب توضیح دادیم، همه جا هم بوده، یعنی بحث خیلی طولانی و قدیمی هست به اسم نفس که این نفس رو یکی از حالا نکاتی که من آوردم در کتاب سعی کردم که شاید برای اولین بار کاملا من تشریح کردم که نفس چی هست، ماهیتش چیه، جنسش چیه، از کجا میاد دقیقاً و چطوری ما رو به گمراهی میکشونه. بله نفس منظورم به اون معنای منفی، چون نفس چند تا معنی دیگه هم براش وجود داره، ولی منظور من اون نفس اماره یا حالا هوای نفسی هست که در وجود ما حکفرماست. ببینید این نفس مانع هر گونه تغییریه، مانع هر گونه پیشرفتیه، به خاطر اینکه این طوری وجود ما رو به اسارت درآورده، طوری ما رو در چنبره خودش گرفته که این احساس آزادی و شادمانی ما، این روح آزاد ما، حالا هر اسمی که میخوام روش بذارم، اصلا اون من ذهنیه که میخواد ما رو به حسار بگیره. دقیقاً آره، حالا می‌خواستم همین رو بگم تو. این ما رو طوری به اسارت درآورده که ما در پنجه‌های این دست و پا میزنیم و این خوب طبیعیه که نمیذاره ما تغییری در شرایط موجود ایجاد بکنیم، به این دلیل که هر گونه تغییر ممکن حیات نفس رو به خطر بندازه. این جواب خیلی کلی مسئله است در حقیقت. پس تا زمان که نفس بر موقع فرماس متاسفانه مشکلات متعدد خودش رو هم باش میاره. اما یه نکته حالا دقیق تر، جزئی تر، به اصطلاح غیر کلی تر در مورد موضوع که چرا باور به عمل، به اصطلاح اعتقاد به باور تبدیل نمیشه، حالا یا فکر به باور تبدیل نمیشه، این هست که خب ببینید ما اینو گفتیم در کتاب ما آوردیم، همه هم میدونن، حرف مختص من نیست. خب ذهن ما تشکیل شده از دو بخش به اسم خودآگاه و ناخودآگاه. بخش خودآگاه اون بخشی هستش که تحت کنترل ماست و ما
کار ارادیمون رو باش انجام میدیم، مثل که مثلا من فنجون رو تصمیم میگیرم بردارم آب بخورم یا نخورم، تصمیم میگیرم که مثلا الان بلنشم وایسم یا بشینم یا هر چیزی. یه بخش ناخودآگاه هم هست که اون خارج از اراده ماست یا کم و بیش خارج از اراده ماست، چون نسبت داره کم و زیاد داره. این بخش ناخودآگاه مستقیما تحت کنترل ما نیست، وگرنه خب بهش ناخودآگاه نمیگفتن. و جالبه بدونیم که در روانشناسی میگن که نسبت خودآگاه به ناخودآگاه رو شاید تا حدود 95% هم تخمین زدن که 5% شاید از اعمال ما خودآگاهه. حتی 99-1 هم گفتن حالا، و بخش خیلی خیلی زیادش ناخودآگاه هست. و تشبیه کردن به یک کوه یخی که the tip of iceberg به اصطلاح نوک اون کوه یخ آشکاره و بقیهش از دید پنهانه، و اون بخشی که پنهانه خیلی بزرگتره و عظیمتره. شخصیت ما، زندگی ما و همه چیز ما رو قسمت عمدش رو ناخودآگاه ما شکل میده. حالا ما بعضی وقت تعارض پیدا میشه بین این دوتا، یعنی اینکه ما در خودآگاه خودمون، منطق خودمون، استدلال خودمون یه چیزی رو میپذیریم، قبول داریم، ولی در وقتی میخوایم به عمل برسیم میبینیم نمیتونیم، یه نیروی جلوی ما رو میگیره. دوگانگی و تعارض پیش میاد. اون نیروی که جلوی ما رو میگیره نیروی ناخودآگاه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ناخودآگاه جایگاه باورها و احساساتی هست که بر اثر تکرار و تلقین و به مرور زمان تهنشین شدن، رسوب شدن در وجود ما، در روانشناسی ما، در تفکر ما، دقیقا حک شده تو ذهن ما جا گرفته و بخشی از باور ناخودآگاه ما شده. چون ما باور خودآگاه داریم، باور ناخودآگاه هم داریم. تغییر باور خودآگاه خیلی آسونه. من به شما میگم 2-5 تا میشه، شما به من نشون میدین 2-4 تا میشه، من قانع میشم. ولی اگر عادت کرده باشم با 2-5 تا خدای نکرده سر مردم کلاه بذارم، دست کشیدن از این کار ممکنه خیلی دشوار باشه. علتش اینه که این در باور ناخودآگاه من جای گرفته. و بعد نکته‌ای که هست، تغییر ناخودآگاه باید، یعنی ایجاد تغییر در ناخودآگاه، ایجاد تغییر در اون چیزهایی که دوستشون نداریم ولی دست خودمون نیست، در حقیقت این شیوهش فرق میکنه با تغییر دادن چیزهایی که خودآگاه خب خیلی راحت دادم آگاهی رو کسب میکنه، متوجه میشه. اما آنچه که در ناخودآگاه ما جای گرفته و رسوب شده باید با زبان ناخودآگاه تغییر بکنه. و زبان ناخودآگاه زبان تکرار و تمرین هست. شما همچنین تشبیه کردن به اینکه شما یک هسته خیلی سفتی، یه هسته صلبی، خیال کنید در یک فضایی هست و شما میخواید اینو با ضربه های کوچیک نابود کنید. طبیعیه که اینو باید انقدر این ضربه ها رو بهش بکوبید تا این هسته اصلی، این هسته سفت متناشی بشه. وقتی شما نمیتونید یه کار رو که دوست دارین، که میدونید باید انجام بدید، نیاز به این گونه تمرین هست. حالا بحثش طولانیه، ولی احتیاج داریم به یک کاردان و دانایی که بتونه ما رو به اون جهت سوق بده، و البته خودمونم باید خواهانش باشیم. بله بله. این که سوالی که پرسیدین که گفتید یک فرد کاردان، من با این موافق هستم، یک جورایی هم مخالفم، یعنی هم موافق هم مخالف، منتها الان توضیح میدم خدمتون. من فکر میکنم که 100% کسی که توی یک حوزه کار کرده، تخصصی پیدا کرده و تجربه پیدا کرده و به بینشی رسیده، به آگاهی رسیده، قطعا یک سرمایه است که میشه ازش استفاده کرد. شما وقتی دندون درد میگیرین، خب میرید پیش دندون پزشک و از دانشش استفاده میکنید. وقتی که ماشین خراب میشه میرید پیش مکانیک و مسائل دیگه و هزاران مثال دیگه که خیلی هم خوب و ضروریه. اما وقتی وارد بیسری بحث‌های اعتقادی و فلسفی و خودشناسی و اینا میشیم، متأسفانه یه آفتی در اینجا به گمان من، البته من با کمال فروتن اینو عرض میکنم، به نظر من این یک اشتباه هست، یه آفتی وجود داره، اینو میگفتم، به نام سرسپردگی، به نام اینکه انسان دنبال روی دیگری بشه و بگه که خب من چشامو میبندم، دستام میذارم دست تو منو ببر به حقیقت برسون. اون پیروی کورکورانه، پیروی کورکورانه. بله، اگه منظورمون این باشه، نه این به نظر من درست نیست، به هدف نمیرسه، نه به هیچ وجه. ولی اگر منظور ما این باشه که ما از دانش یک کسی که دانش داره و فکر میکنیم که از ما بیشتر میدونه استفاده بخوام کنیم، قطعا همینطوری هست
و وگرنه هیچ نویسنده هیچ متفکر کتاب نمی نویسه. خب کسی که برمی‌داره کتابی می نویسه یا سخنرانی می کنه یا فیلمی می سازه، قطعا به این دلیل هست که احساس میکنه مسائلی رو کشف کرده، مسائلی رو درک کرده که این مسائل خلأش وجود داره و دیگران ممکنه نیاز داشته باشن که استفاده کنن. و درد جامعه امروزی اینه که خیلیامون میدونیم ولی نمیخوایم دنبال درمان خودمون باشیم. چون که همونجور که مخصوصا در کتاب از رنج تا رهایی شما من خوندم، از خود سابجکت کتاب این مشخصه که ما رنجی که داریم پس راه حلی برای رها شدن و آزاد شدن از اون وجود داره. بله. ولی متاسفانه من خودم هم جزء همون اصد دادم، ما نمیدونیم چجوری این رهایی باید صورت بگیره. بله. احتیاج داریم به اشخاصی مثل شما، روانشناسان دیگه، کاردانهای دیگه، دکترهای دیگه که یه حمایتی هم اونا رو بکنیم و همین که از دانسته‌هاشون استفاده کنیم برای رشد و تکامل رسیدن برای خودمون و حل باز و نهایتا جامعه‌مون بهتر بشه. درست. یه مورد دیگه که در مورد پذیرش این بود که خیلی از ماها کارهایی که انجام میدیم نمیتونیم اینو قبول کنیم که مقصرش خودمون هست. بله بله اتفاقا. نه دیگران. بله. این یه بحثیه که واقعا در جامعه ما احتیاج به باز شدن داره. 100%. اتفاقا بخش دوم سوالتون بود که من عذر میخوام چون فراموش کردم که اینو بگم. بله، یه بود دیگه از قضیه پذیرش که در سوال شما در حقیقت مطرح شد، که الانم فهمیدین، پذیرش اشتباه خوده. پذیرش خطا، پذیرش اشتباه، پذیرش این که خب حالا من شیوه‌ام غلط بوده یا این عملم غلط بوده، با تغییرش بدم، با اصلاحش کنم، هر چی هست. من میخوام بگم که این مسئله یک قضیه دو سویه است، به این معنی که بین فرد و جامعه در این جریان عدم مسئولیت پذیری یا شونه خالی کردن یا به اصطلاح ماسمالی کردن و هر چی، بین فرد و جامعه یه جور ارتباط دوگانه وجود داره. یعنی فقط فرد نیست که مقصر یک همچین، البته من دوست ندارم از کلمه مقصر زیاد استفاده بکنم، ولی به هر حال فرد نیست که عامل این قضیه است، جامعه هم هست. حالا چرا؟ به این دلیل که ببینید در جامعه ای که در محیطی که فرد بابت هر اشتباهی که میکنه سرکوفت میشنوه، بابت هر خطایی که میکنه فوراً آره انگشت اشاره به طرفش دراز میشه، بابت حتی بابت خیلی وقتا متاسفانه بابت بودن ما، یعنی اون چیز طبیعی که من هستم منو مسخره میکنن یا منو تخطئه میکنن یا منو نمیپذیرن که مثلا تو برو، مثلا تو قدت کوتاست، خاله مثلا فرض کن تو چرا اینجوری حرف میزنی، تو چرا این رشته رو میخونی اون رشته رو نمیخونی، این رشته بی ارزشه اون رشته خوبه، تو بابات فلانی بوده در نتیجه تو حقیری ولی بابای فلانی فلان بوده در نتیجه اون ارزشمنده. فکر کنم یه دلیلش اینه که با معیارهای واهی همدیگر رو بسنجیم. کاملا درسته. و به این نمیخوایم باور کنیم که ما هممون یکی هستیم، از یک جا اومدیم. دقیقاً. حالا من به این که گفتید معیارهای واهی ناچارم به اونم بپردازم، ولی اگه خط اون سوال رو که فهمیدید من ادامه بدم، وقتی که در جامعه یک چنین اتفاقی میفته و من با سرزنش و سرکوفت بزرگ میشم، حالا کم یا زیاد، طبیعیه که وحشت از این رو پیدا میکنم که مقصر قلمداد بشم. در نتیجه وقتی یک اشتباهی میکنم برام دشواره، خب طبیعتاً برام دشواره که بپذیرم که بابا من اشتباه کردم، چون پذیرش اشتباه فوراً به معنی سرزنش بیشتره، فوراً به معنی سرکوفت بیشتره و در نتیجه یک چنین محیطی انسانهای مسئولیت گریز رو ایجاد میکنه، آدمهایی رو ایجاد میکنه که میخوان تفره برن. شما فرض کنید اگر ما اشتباهات همدیگر رو کما بیش به حال میپذیرفتیم و به همدیگه بیشتر کمک میکردیم برای رفع مشکل تا تخطئه، تا سرکوب، تا محکوم کردن، طبیعیه که پذیرش اشتباه برای افراد خیلی آسان تر میشد. نکته دیگه، حالا از سوی دیگه، از جنبه فرد هم که بخوام به قضیه نگاه بکنیم، ما اسم این رو میذاریم غرور عصبی. در حقیقت خیلی وقتا یک غرور عصبی در ما هست. حالا چرا میگم غرور عصبی؟ به این دلیل که بعضیا میگن که حالا نوع غرور خوبم هست، مثلا که انسان برای خودش یک ارزش درونی، البته کاملا درونی، قائل باشه که حاضر نباشه هر کار بدی رو به افراد انجام بده. اون بحث من در چارچوب انسانیه. بله، چارچوب انسانیه. دقیقاً. پرینسیپل داشته باشه، اصول داشته باشه. من با اون زود کاری ندارم، ولی منظورم غرور عصبی هست. یک بحث غرور عصبی متاسفانه که تو خیلی از جوامع متاسفانه وجود داره، یعنی اینکه ما یک نوع غروری داریم
که این غرور کاذب مانع این میشه که ما حقیقت رو بپذیریم. یعنی حقیقت رو هم تو که عرض کردم عقلا میپذیریم ما، ولی باورش نمیخوایم بکنیم. و این بحث غرور عصبیه که من چون بحث غرور رو اینا رو آوردم توی کتاب، حالا خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. خواهش میکنم. بینندگان عزیز با ما باشید، برمیگردیم. از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. بحثمون رو ادامه میدیم با آقای ساسان حبیب‌بند. جناب آقای حبیب‌بند، خیلی از ما برامون این سوال پیش میاد و خیلی از خوانندگان کتاب این سوال براشون پیش اومده که چطور ما میتونیم احساساتمون رو کنترل کنیم و این افکار منفی که واقعا زائده ذهن رو از خودمون دور کنیم. عرض کنم خدمتتون که بله، این سوال خیلی مکرری هست که پرسیده میشه و من جوابی براش دارم البته، ولی شاید جوابی که من میدم متفاوت باشه و شاید بعضی جواب منو نپسندن، ولی به هر حال جوابی که من میدم جواب من دیگه من میدم خدمتتون. من فکر میکنم، ببینید، در مقدمه کتاب بند باز من این نکته رو آوردم که علت و اساس این که اساسا بنده این کتاب ها رو نوشتم و نظریه خودشناسی خردگرا، حالا اسمشم نظریه بذارم یا نه کار ندارم، ولی این رو من مطرح کردم، رسیدن به این نتیجه مهم بود که به گمان من ما یک مشکل اساسی و بنیادین داریم به نام خودباختگی، که این خودباختگی مثل یک درخت تناور و تنومندی میمونه، یک درخت شوم در حقیقت میمونه، که مشکلاتی مثل خشم و عصبانیت و غرور و حسادت و تحقیر و مسائل دیگه و کینه شاخ و برگهای اجتناب ناپذیر یک چنین درختی هستن. یعنی این که شما، معنیش اینه که شما با قطع کردن شاخ و برگهای این درخت ممکنه بتونین یه مقدار حجم درخت رو کمش کنین یا یه مدتی قضیه رو تخفیف بدین، ولی نخواهید توانست ریشه این مسئله رو بخوش کنین. عقیده من این هست. حالا توضیح هم خدمت رو خواهم داد. پس خودباختگی در حقیقت ریشه تمام مسائل ماست و ما اگر میخوایم خلاص بشیم از مشکلاتمون باید از خودباختگی خلاص بشیم. و این خودباختگی چی هست؟ خب عرض کردم، توضیح دادم من در کتاب ها، حالا توضیح هم خواهم داد. حالا ما چطور میتونیم از خودباختگی رها بشیم؟ اون سوال خیلی کلی و اصلیه. بله. میرسیم هسته اصلی مسئله است. مطمئن وقتی میخوام این رو عرض کنم، ببینید، ما نباید برای حل مسائلی که ریشه در طرز فکر و نگرش و فلسفه زندگی ما دارن دنبال نسخه های سطحی و فوری باشیم. یعنی ببینید، وقتی که من یک انسان پرخاشگر هستم، این پرخاشگری من ریشه در یک سری باورها و احساسات عمیقی داره که شاید تو لایه‌های پنهان ذهن من و جهان بینی من حتی ریشه داشته باشه. من نمیتونم حقیقتا با خوردن دو تا قرص و انجام دادن چهار تا تمرین این مسئله رو چندان تغییری بدم، چه برسه که بخوام ریشه‌کنش بکنم. به عقیده من، ما یا در حیطه خودباختگی هستیم یا نیستیم. اگر در حیطه خودباختگی باشیم، تحت فشار و تأثیر خودباختگی باشیم، مشکلاتش اجتناب ناپذیره و باید پذیرفت. و اگر نباشیم، مشکلاتی دیگه وجود نخواهد داشت. البته من میخوام بگم قضیه سیاه و سفیده. درست. و همیشه هم اینو گفتم، ما توی یک مسیری حرکت میکنیم از طرف، از سمت تاریکی به روشنایی. درست. حالا چقدر خدا نکرده تو تاریکی هستیم و چقدر به روشنایی نزدیکیم، این بحث دیگه است. ولی اینو بدونید، به میزانی که ما از خودباختگی فاصله میگیریم، به طرف آرامش میریم و این آرامش و این خوشبختی و این زندگی سالم، چه از نظر روانی، چه از نظر رفتاری، چه از نظر جسمانی، در تمام رگ و ریشه هستی ما خودشو نشون میده. پس ما اگر ریشه اصلی مسئله رو بزنیم، پس بقیه مسائل خود به خود حل خواهند شد. و اگر نزنیم، من با روش‌های سطحی و دلخوش کنک، اسم اینا رو میذارم روش دلخوش کنک، مخالف هستم. از که ممکنه بعضی اونو نپذیرن، چون ما خیلی دوست داریم که من معلم زبان هستم، گفتم وقتی کسی اونو میان بشه من به هم میگن که میخوای زبان، میگم خب مثلا چی میخوای، به اصطلاح برای چی، هدفت چیه، چون باید دانش آموز مشخص کنه.
سوالش اینه که چند وقته من راه میافتم. بهش میگم ببین عزیزم، این سوال که شما دارید میپرسید خب خیلی سوال کلیه، بستگی به تلاشت داره، بستگی به خیلی چون به هدف فقط فکر کنم. و خیلی دارم میبینم وقتی این جواب کاملا صادقانه رو میشنون میرن دیگه نمیان. میدونی چرا؟ چون متاسفانه دوست داشتن که من به دروغ بهشون بگم که بله شما ظرف 30 جلسه به قول خودم مثل بلبل انگلیسی حرف میزنید. ببینید خیلی وقتا هست یک واقعیت به ظاهر تلخ یک شیرینی بسیار ارزشمندی پشتشه که همیشگی و پایداره، ولی یک دروغ شیرین وجود داره که ما رو در کوتاه مدت شادکام میکنه، شیرین کام میکنه، ولی در دراز مدت جز رنج و خودفریبی برای ما اضافه نمیکنه. حالا اینکه فهمیدید خود باختگی چیه میخواین الان توضیح بدم؟ بله حتما دوستانم خوشحال میشم. من عرض کردم در مقدمه صحبتم که رنج های ما در حقیقت از کجا ناشی میشه. البته من باز اینو بگم، منظور ما از رنج، رنج های طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی نیستن، چون ما دو گونه رنج داریم. یک سری از رنج ها هستش که طبیعی هستن، مثل رنج سردرد، رنج دندون درد، خدا نکرده رنج تصادف. خب اگر کسی تصادف بکنه یه سری مسائلی براش پیش میاد، مسائل فیزیکی و مسائل دیگه یا حتی فکری که حالا چرا اینجوری شده و درد میکشه، بدنش درد میکشه، دندونش درد میکشه. اینها خب رنج‌های اجتناب ناپذیر زندگی هستن که البته میشه خب اونم درمان‌های خودشونو دارن و ممکن است یه رنجی باشه درمان نداشته باشه از دست دادن یه عزیز. صحبت ما اینها نیست، صحبت ما یک سری رنج‌های دسته دوم هست که اینها رنج‌های عصبی و روحی هست که برخلاف دسته اول هم اجتناب ناپذیره، یعنی خب مثل یه بیماری میمونه، شما میتونید بیماری رو درمان بکنید، لزومی نداره شما بیمار باشی خدا نکرده، همین که اینها سودی برای ما نداره. چون ببینید وقتی شما دندون درد میگیرید، دندون درد در نهایت یه سودی برای شما داره، برای که به شما میگه که بخشی از ارگانیسم شما یک مشکلی پیش اومده و اون بخش کجا هست مشخص میکنه و شما رو وادار میکنه برید درمانش کنه. پس دندون درد جون نعمته، ولی ما نمیتونیم برای افسردگی هیچ سودی تصور کنیم، ما نمیتونیم برای پرخاشگری فایده ای تصور کنیم، برای جهل بیام فایده ای تصور کنیم. منظور ما از رنج در بحث خودشناسی دسته دوم هست. در حقیقت رنج های فکری و روانی و عاطفی، نه رنج های مادی و جسمی. اینا حالا این بخش دوم که من میخوام اینا رو همه رو زیر عرض کردم چتر خودباختگی خلاصه بکنم، نتیجه تحمیل باورهای متناقض و مبهم به وجود ماست. همونطور که عرض کردم خیلی از باورهایی که ما باهاش بزرگ میشیم اینها با همدیگه تناقض داره یا با واقعیت تناقض داره. حالا من یکی دو تا مثال مثلا براتون بزنم. ببینید وقتی که شما همونطور که عرض کردم بچه‌تون رو دائم طوری بار میارین که انگار این بچه باید استریلیزه باشه، نباید خطایی بکنه، این کارو نکنی زشته، اون کارو نکنی بده، چرا نمرت 20 نیومد 19 و نیم اومد؟ روش تربیتی و پرورشی که توی ما مرسوم متاسفانه بوده هست. و بله. متاسفانه هنوز و فقط و بعد فقط هم بحث تربیت نیست و فقط هم این مسئله انحصار به فرهنگ ایران هم نداره. شما ببینید خودباختگی که من میخوام بگم علتش ایجاد ترسه که حالا بهش میرسم، ترساندن فرد و ایجاد احساس ترس و کم ارزشی در فرد متاسفانه یک مشکل جهانیه، یعنی جهان شموله، یعنی در تمام جوامع وجود داره. وقتی که شما میاد یه لباس خاصی رو تبلیغ میکنید که آره بیاین همه این لباس رو بخرید در حال که خیلی بهش نیازی ندارن، در حقیقت غیر مستقیم دارید به مردم میگید زندگی توی چیزی کم داره و این اون فرد رو دوچار یه جور شرم میکنه، یه شرم مصنوعی و بی‌حاصل. چرا من باید از لباس خودم خجالت بکشم؟ چرا من باید دنبال مد برم؟ ببینید ریشه های خیلی عمیقی برای این مسئله وجود داره. تمام اینها در فرد احساس یک جور ترس و تردید ایجاد میکنه، یعنی اعتماد به نفس خودش باعث در اصل استراب هم میشه. 100% 100% حالا میخوام عرض کنم اعتماد به نفس فرد رو در جامعه هدف قرار میده. ببینید اعتماد به نفس که ما میگیم، حالا چون من میخوام بحث خودباختگی رو بگم و گفتم موضوع خیلی مهمیه، ناچارم یکی دو تا حاشیه برم و معذرت خواهی میکنم. ببینید ما همیشه میگیم که اعتماد به نفس سنگ بنای شادمانی انسان رو تشکیل میده. اعتماد به نفس چی هست؟ از نظر روانشناسی میگن اعتماد به نفس از دو بخش اصلی تشکیل شده یا دو بُعد داره در حقیقت. یکی بهش میگن احساس خود ارزشمندی یا سلف استیم، یکی احساس توانایی، کامپتنسی، توانایی، قابلیت.
انسان برای اینکه بتونه تو زندگی تو دنیا زندگی بکنه و برای اینکه بتونه با چالش‌های دنیا، چالش‌های مادی، روانی، هر چی که هست، با مشکلات دنیا دست و پنجه نرم بکنه و از این، به قول اون شاعری که میگه، از این دریای طوفانی به سلامت عبور بکنه. خب دنیا بگم همش طوفانیه، قضیه رو خیلی چیز کنم، ولی میخوام بگم برای که بتونه تو تو دنیا خوب زندگی سالم و خوبی داشته باشه، مشکلات حل بکنه و رشد بکنه و آسایش داشته باشه، نیازمند این دوتاست. یکی احساس خود ارزشمندی، احساس کنه آدم خوبیه، موجود خوبیه، موجود دوست داشتنیه، موجود محبوبیه، و یکی احساس توانایی، احساس کنه که میتونه مشکلاتش رو حل بکنه، میتونه بر مسائل چیره بشه، فائق بشه، میتونه چالش‌های زندگی رو باشون مواجه بشه و حل بکنه، دچار وحشت نباشه. متاسفانه در جامعه میان این دوتا رو، و اختصاصا به جامعه ایران نداره، ولی خب در بعضی جوامع شدتش قطعا بیشتره، میان این دوتا رو هدف قرار میدن. وقتی که ما احساس ارزشمندی کسی رو هدف قرار میدیم، یعنی بمبارانش میکنیم، میگیم تو ارزش نداری، یا اگر ارزشی داری ارزشتو من تعیین میکنم، من تعیین میکنم که تو خوبی یا بدی. اگه من تو رو سرزنش کنم، معنیش اینه که تو خوب نیستی. هر چقدر از نظر خودت با معیار خود خوب باشه مهم نیست. اگر من از تو تعریف و تمجید کنم، تحسینت کنم، بگم تو مواسه افتخاری، تو باید خوشحال باشی، تو باید اعتماد به نفس داشته باشی. این یعنی دقیقا منتظر این هستیم که حتما یکی مهر تاییدیه به ما. دقیقا این یکی از دو بعد اعتماد به نفسه که متاسفانه مورد بمباران قرار میگیره و نابود میشه یا تضعیف میشه. بعد دیگه احساس تواناییه. یکی دیگه از باورهای مهمی که انسان بهش نیازمنده، باور به تواناییشه، باور به قدرتشه، باور به قابلیت‌هاشه. ما احتیاج داریم احساس کنیم که میتونیم کارامون رو انجام بدیم. اگه من احساس کنم که نمیتونم این رو بلند کنم بر فرض و این فنجان رو بلند کنم و آبی رو که توش هست بنوشم، به وحشت از آتش دچار میشم. ای وای، من که نمیتونم اینو بلند کنم، پس حتما از آتش میمیرم. ببینید، حالا ممکنه بتونم، اما ولی وقتی شما به من تلقین کردی که تو نمیتونی، این وحشت چون پذیرفتیم و من میپذیرم، چون عرض کردم بارها هم تاکید کردم این القاعات از کودکی ایجاد میشه. کودکی داره میپذیره چون قدرت تشخیص نداره. و وقتی من اینو پذیرفتم، نسبت به توانایی های خودم دچار تردید شدم، وحشت و اضطرابی که خانم کارن هورنا اسمشو گذاشته اضطراب اساسی، حالا اگه خب لازم شد در مورد صحبت میکنم، زندگی من رو فرار میگیره. وقتی من از یک طرف دچار وحشت ناتوانی و از سوی دیگه دچار وحشت بی‌ارزشی هستم، طبیعیه که من دچار اضطراب بشم و این اضطراب و این ترس بیاد رو زندگی من سایه بندازه. این مجموعه رو که شاخ و برگ های فراوان داره و تبعات بسیار اخلاقی و رفتاری و اجتماعی و فردی داره، من اسمش رو گذاشتم خودباختگی. به این دلیل که باعث میشه هم انسان خودش رو در برابر محیط، در برابر شرایط ببازه، وحشت زده بشه، احساس کنه نمیتونه زندگیشو مدیریت بکنه. هم این که خودباختگی یه معنی دیگه هم داره، اون اینه که ما خودمون رو نسبت به ارزش‌هایی که توی زندگی باید فکر میکنیم درسته، نسبت به اونها خودمون رو باختیم، یعنی نمیدونیم واقعا درستن یا نه، به باورهای خودمون باور نداریم. شما تصور میکنید خودمون رو هنوز پیدا نکردیم، خودمون رو نه پیدا کردیم و نه به اون چیزی هم که پیدا کردیم اطمینان داریم. خب تمام اینها نتیجهش یک جور اضطراب و ترسه و بعد خشم. حالا اینکه خشم چرا به وجود میاد در نتیجه همین جریان، من سعی کردم توضیح بدم، در کتاب بازش کردم. غرور چجوری به وجود میاد، یعنی هر کدوم از تبعاتی که به دنبال این خودباختگی میاد، شاخ و برگاش رو من توضیح دادم. دوستان عزیز، از اینکه تا اینجای برنامه همراه ما بودین بسیار سپاسگزارم. ادامه این بحث زیبا رو در برنامه بعد با ما همراه باشید. خداوند یار و نگهدارتون.